سلام وقتت بخیر باشه ست رو بخشم این دنیا انقدر سرعت زندگی ما رو برده بالا انقدر رفاه و آسایشمون رو برده بالا مثلا خونه درش برقیه کنترل داره تلویزیون نمیدونم کولرمون برقی با کنترل مثلا کم و زیاد میشه کولرمون تا اینکه مثلا غذا سفارش بدیم برامون بیارن اسنپ بگیریم میادم در خونهمون و هر کدوم از این تکنولوژی ها و این امکانات داره هی راحتی منو رو بیشتر میکنه خب جالبه بدونی که هر چقدر دنیا این امکاناتش بیشتر میشه انسانها عموماً عموم انسانها نه اینکه که در واقع همه انسانها هی خلاقیتشون و تلاششون و سخت کوشیشون کمتر میشه چرا چون ارتباط مستقیم داره من همش دوست دارم راحت باشم همه چیز دم دست من باشه یه اتفاق بدی اینجا میفته آدم اینو من بگم قبلش اشکال نداره آدم از تکنولوژی استفاده بکنه از امکاناتی که دور استفاده بکنه نه خوبه اما حواسش به یه نکته باشه و اون نکته و اون چالش اینه من برآوردم این میشود که باید زندگی داشته باشم بدون هیچ سختی بدون هیچ نگرانی و بدون هیچ چالشی اگر سختی ببینم یعنی یک جای کار من در زندگی من میلنگه اگه صد کازم رو بخش سختی داشته باشه یعنی زندگیش مشکل داره این غلطه بگم که الان این غلطه همچین فکری رو نباید بکنی حالا آقا هم میدارم میفهمن که اون آدمایی که پیشرفت میکنن این تحمل سختی ها رو هم مثلا در کنارش داره اوکی تو بیا از این تکنولوژی استفاده کن از اینا برو جلو و استفاده ببر راحتیت و خیلی چیزای دیگه اما اگه به مشکل خوردی اشک نریز اگه به مشکل خوردی نه, نه من غریبا در نیار نگو من بدبختم اگر میخوای به اون چیزایی که میخوای برسی سهرخیز باش رفیقای بد اخلاقتو تحمل کن توی کار و اداره و جاهای دیگه میخوای روش بکنی سختیاش هم ببین نه اینکه تا به یه در بسته خوردی جیغ بکشی فرار کنی بری دنبال کارت بگی نه این این نشد من چرا انقدر سختی میکشم اینا لازمه یه ای موفقیته حالا تو شاید فکر کنی من دارم جملات کلیشه ای میگم و قلم به و فلان نه این واقعیته بهش فکر کن این جمله آقا امیر المامنینه. که هر چقدر سختی ها رو تحمل بکنی عقل تو افزایش پیدا میکند و عقل تو رشد میکند موفق باشی عزیزم خدافظ